سلام و درود ارادت خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید، کلی انرژی داشته باشید. یه شب دیگه یه لایف خدمتتون رسیدیم تا با هم دیگه به امید خدا کلی اتفاق خوب و رقم بزنیم. سلام ارادت، امیدوارم که همه عالی 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 باشید. ارادت من تک تک دوستان هستم. سلام ارادت. دوستان لطفاً به من یه فیدبک از صدا و تصویر لطفاً بدید که ببینیم تا دوستان دیگه هم از راه برسن. مرسی حاضری میزنین. خانم چگینی درود بر شما، درود درود. خانم مقدم مرسی از همگی. خانم هیدری درود بر شما، عالی خدا رو شکر. حال من عالی است، امیدوارم حال شما هم عالی باشه. آقای فرهانی عزیز مرسی از شما، این همین الان به یادتون بودم، متشکرم ازتون، متشکرم. چه خبر؟ تا دوستان دیگه میرسن به من بگید ببینم که چه خبر، همه چی خوبه، از کجاها هستین. تا یه دو سه دقیقه بگذره و دوستان دیگه هم برسن. بچه امشب یه بحث از اون بحث باحالاست که من خودم خیلی دوستش دارم، علتشم بهتون میگم. به نظر من پایه‌ای ترین و بنیادی ترین بخش روان ماست و خواهش میکنم ازتون به عنوان برادر کوچکتر که حتما 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 تا آخر این لایف باشید، چون کار زیاد داریم. آقای محمد شاد عزیز ارادتمندم. خانم عظیمی زهره جان ارادت عزیز دلید، همگی مرسی. خانواده سلام برسونید. و امروز میخوایم بچه ها راجع به عزت نفس صحبت بکنیم. بحث شیرینیه، بله بحث شیرینیه، بحث دوست داشتنیه. فکر میکنم که قبل از عید یه دو جلسه ای دوتا لایو راجع به عزت نفس رفتیم و خیلی مورد استقبال قرار گرفت و خیلی دوست داشتید که دوباره ادامه بدیم. داشتم به این فکر میکردم که دوباره ادامهش بدیم به خاطر اینکه اصلا تمومی نداره بچه ها، تمومی نداره، تمومی نداره و کار داریم با هم دیگه. خیلی ممنونم. بله امیدوارم که نت یاری بکنه و همه دوستان هم باشن و این بحثو گوش بکنین، چون که تو همه جای زندگیمون کاربرد داره و اگر اینو پیداش بکنیم بچه ها به ثروت‌های بیکران دست پیدا میکنیم. این که تو پول داشته باشی کافی نیست، این که تو فقط به عنوان یه آدمی بری کار بکنی کافی نیست، این که تو یه ازدواج خوب داشته باشی کافی نیست، این که دستاورد زیاد داشته باشی، مدرک تحصیلی داشته باشی کافی نیست برای زندگی خوشبختی که در واقع ما دوست داریم داشته باشیم، برای زندگی که پر از عشقه. بحث عزت نفس دوست عزیزم، عزت نفسه که خیلی مهمه. خواهش میکنم باشید گوش کنید، به دردتون بخوره. خیلی آدم دیدم بچه ها تو زندگی پول زیاد داشتن راضی نبودن، خیلی آدم دیدم که با یه آدم خوب ازدواج کردن ولی راضی نبودن، خیلی آدم دیدم که مدرک تحصیلی داشتن 20 تا چیدن دوره در واقع خودشون یا زدن رو دیوار راضی نبودن. اینا همشون کار داره. ارادت من تک تک دوستان هستن، اگه اجازه بدیم من این کامنت ها رو ببندم که ببخشید بچه ها من کامنت ها رو بستم به خاطر اینکه حواسمون پرت نشه. این موضوع، این بحث خیلی مهمه، بعدش باز میکنم کامنت ها رو راجبش صحبت میکنیم، با هم دیگه مراوده میکنیم، صحبت میکنیم، گپ میزنیم. خواهش میکنم تا انتهای لایف باشید که حالا کار داریم. اگر عزت نفس رو بچه ها پیداش نکنیم، میگم دستاورد زیاد داریم، ازدواج میکنیم، پول به دست میاریم، مدرک تحصیلی میگیریم ولی حالمون از درون خوب نیست و ما احساس تهی بودن از درون میکنیم. اگر بخوام یه تعریفی بهتون بدم که خیلی ساده عزت نفس رو متوجه بشیم، نمره ای که به خودت میدی از درونی ترین قسمت های وجودت میشه عزت نفس. با خودشیفتگی فرق داره. دفعه پیشم گفتم یه جلسه خودشیفتگی میذاریم، نشد یادم رفت، ولی یه جلسه میذاریم راجع به خودشیفتگی صحبت میکنیم. ولی اینی که من دارم الان صحبت میکنم راجع بهش به نام عزت نفس، نمره ای که تو به خودت از درون میدی که چقدر تو بالیاقتی، چقدر تو آدم دوست داشتنی هستی، چقدر خوبی، چقدر با عشقی، خب چقدر تو لیاقت بهترین ها رو داری. اگر اینو به خودت ندی
دنیا هم جمع بشه بخواد به تو بگه که تو خیلی باحالی، خیلی با عشقی، تو لیاقت بهترین زندگی رو داری، تو باید بهترین جاهای دنیا زندگی بکنی، تو باید بهترین ماشینای دنیا رو سوار شی، بازم خودت یه نیروی در درونت هست که به تو میگه که نه اینجوری نیست، اینم حالا نفهمیده، یه چیزی گفته. بنابراین اون چیزی که من در راجبش صحبت میکنم میتونم بگم عمیق‌ترین بُعد وجودیمون رو دارم راجبش صحبت میکنم، که تو بتونی خودت رو بپذیری. و وقتی که خودت رو بپذیری بهت قول میدم یه اتفاقاتی واسهت میفته که اصلا امروز راجبش شاید اصلا نتونی فکر بکنی، نتونی واقعا آنالیزش بکنی. به خاطر اینکه بچه ها ما رو اگر خودمون کشف نکنیم، هیچ کس دیگه تو دنیا نمیاد ما رو کشف کنه. ما اگه خودمون رو دوست نداشته باشیم، هیچ کس تو دنیا ما رو دوست نخواهد داشت. بچه ها من دارم راجع به اصالت صحبت میکنم، امیدوارم بگیرید موضوع رو. ما ممکنه یکی دوستمون داشته باشه ولی اون آدمه ما رو به خاطر ما دوست نداره، اون آدمه ما رو به خاطر خودش دوست داره، اون به خاطر حال خوب خودش دوست داره. ولی وقتی که ما اول خودمون رو دوست داشته باشیم، بعد وارد رابطه بشیم و در واقع با عزت نفس وارد این رابطه بشیم، خیلی رابطه متفاوته که راجبش امشب یه مقدار صحبت هم میکنم. خیلی درخواست داشتیم بچه‌ها از اینکه در مورد رابطه بیشتر بگیم. منم پستای جدیدم رو دارم راجب رابطه میذارم، نمیدونم دیدین یا نه، امشب هم یه پست گذاشتم که چرا انقدر طلاق بالاست، طلاق عاطفی خیلی آمارش زیاده، طلاق سبتی خیلی آمارش زیاده، همش به خاطر نکاتیه که توی پست گذاشتم. خواهش میکنم ببینید تا اونجایی که میتونید انتشار بدید لطفاً، به خاطر من، به خاطر خودتون و به خاطر آدمهای دیگه این کارو بکنید که شاید یه نفر تأثیر بگیره. در هر صورت شبای آینده هم سعی میکنم که پستای بیشتری راجع به رابطه ها براتون بذارم، که اگر ما رابطه ای با عزت نفسی داشته باشیم، تفاوتش با یه رابطه ای که عزت نفس توش وجود نداره چیه. خیلی خیلی بحث داره، خیلی بحث داره بچه ها. وقتی که ما عزت نفس نداریم، وقتی از درون این بانک عزت نفس ما پایینه، کوچولوه، کمه، نمیدونم ازش انقدر برداشت کردی که هی دائم کمتر و کمتر شده، اولین کسی که دشمن ما میشه خودمونیم. و وقتی ما دشمن خودمون میشیم، توقع نداشته باشید که دیگران با ما خوب تا بکنن. دیگران ما رو تحقیر میکنن. وقتی تو رو تحقیرت بکنن، بعد از این مدت دچار لوپ تکرار تحقیر میشی. اینقدر تحقیر میشی، اینقدر این تحقیر تکرار میشه که تبدیل به باور میشه و تو باور میکنی که لیاقت نداری. و خدا نکنه اون روزی که ماها باور بکنیم که لیاقت نداریم، یعنی باور بکنیم که لیاقت نداریم، مطمئن باشید که نوع راه رفتنمون فرق میکنه، نوع مذاکره کردنمون فرق میکنه، نوع ازدواج کردنمون فرق میکنه، معامله کردنمون فرق میکنه، عرضم به حضورت همه چیمون فرق میکنه. و وقتی همه چیمون فرق میکنه، تو لوپ منفی میفته، این لوپ تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه و این تبدیل به باور میشه. و یه روزی یه نیروی در درون میاد به نام حامد، تو لیاقت رسیدن به اون خواسته هایی که تو ذهنت بود و نداری. حامد تو بدبختر از اون صحبت ها هستی که بخوای به اون چیزهایی که توی اون کاغذ نوشتی برسی. و خدا نکنه که آدم دچار این اتفاق بشه. همه اینا به خاطر کم بودن احساس ارزشمندی یا به نوعی عزت نفس. ببین هر کسی که داری منو میبینی، ازت خواهش میکنم که برای چند لحظه به این چیزی که میگم فکر بکن. تو همین که اینجا هستی، خدا انقدر تو رو دوست داشته که اینجا باشی، این لحظه، امشب اینجا باشی. خدا انقدر تو رو دوست داشته به تو چشم داده، داری منو میبینی. خدا انقدر تو رو دوست داشته به تو گوش داده، داری میشنوی. شاید اینا کلیشه‌ای باشه ها، ولی من بخوام یادت بیارم بهت بگم کجای کاری، بهت بگم که چقدر بزرگی، چه عظمتی داری. میلیاردها سلول همین الان تو بدن من و شما دارن کار میکنن که من و شما زنده باشیم. کمه؟ میدونی؟ من میخوام بهت بگم فکر نکن که واسه احساس ارزشمند بودن، برای لایق بودن، حتما تو باید خیلی کارهای شاقی بکنی. همین که اینجا هستی یعنی خیلی کار شاقیه، شوخی نگیر. همین که اینجا هستی خیلی کار شاقیه. متاسفانه ما آدم ها بچه ها روانمون این شکلی کار میکنه. وقتی که یه چیزی در کنار دستمون باشه یا ما توی محیطی باشیم، بعد از یه مدت واسه ما عادی میشه انگار. یعنی نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه، برای من خیلی این اتفاق افتاده. مثلا یه جا میرم، بار اولی که میرم خیلی چیزا میبینم،
خیلی نکته هایی رو میبینم که همون لحظه میتونم بگم. بعد وقتی که تکرار میشه مثلا 5 بار 10 بار که میرم دیگه انگار اونا رو نمیبینم. نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه، برای من خیلی این اتفاق افتاده، انگار که عادی میشه. و شعرش هم هست دیگه که الان شعرش یادم نیست، ولی مفهوم شعرش اینه که کسایی که کنار دریا زندگی میکنن متاسفانه بعد از مدتی صدای امواج رو دیگه نمیشنون. یعنی اون لذت هایی که از کنار دریا راه رفتن من و شما میبریم به خاطر اینکه من و شما یه ساعت کنار دریا هستیم ولی دیگران ساعت ها کنار دریا هستن، یعنی اون آدمی که اونجا زندگی میکنه دیگه نمیبینه. ما هم یه عالمه توانمندی داریم بچه‌ها، یه عالمه نعمت داریم همین الان. ببین من نمیخوام بحثای فلسفی وسط بکنم یا بحثای دینی بکنم که حوصله‌ات سر، اصلا اینا نیستا. من میخوام خیلی منطقی بهت بگم که همین که اینجا هستی خیلی با ارزشه. همین که امروز زنده ای، خیلی از آدم‌ها امروز صبح مردن، اوکی دیگه امروز نیستن. یعنی همین که امروز به ما خدا اینو نعمت رو داده که اینجا باشیم خودش خیلی با ارزشه. ولی بعد از یه مدتی چون ما تحقیر رو میپذیریم هیچ تمدنی نابود نمیشه مگر اینکه از درون نابود شده باشه. وقتی ما از درون نابود میشیم خدا اون روز رو نیاره، دیگه هیچ کاری نمیتونیم واسه خودمون بکنیم. و من اگر اینجا هستم به عنوان معلم دارم به تو این حرفو میزنم، سالها این دوره رو گذروندم، سالها عزت نفس پایین رو تجربه کردم و روزی که شروع کردم روش کار کردن اصلا دنیا متفاوت شد، دنیا فرق کرد. و ازت دعوت میکنم که بیای سراغ این قسمت، بیای تو این بخش از زندگی که تحقیر رو باور نکنی، محدودیت رو باور نکنی. اگر بر تو اتفاقاتی حادث شد، اگر اتفاقاتی بر تو افتاد، دلیل بر بد بودن تو نبوده، دلیل بر کوچیک بودن تو نبوده، دلیل بر این نبوده که تو آدم تنبلی هستی، دلیل بر این نیست که تو آدم کم عقلی هستی، یه معلم نادان اینجوری بگیم بهتره، یه معلمی که نادون بوده، نمیدونسته که هوش ها فقط هوش آی کیو نیست، هوش ها چیزای دیگه هست. حالا شاید اون زمان گاردنر اینو تعریف نکرده بوده، نمیدونم. یه تشری بهت زده، یه جایی تو ریاضیت ضعیف بوده ولی تو هنر فوق العاده بودی، اون معلم نفهمیده، یه چیزی گفته، پدر مادر تو رو قیاس کردن دائم، نگاه کن پسرمو تو، ببین دختر داری تو، ببین فلان. هر دفعه که این اتفاق افتاده بچه‌ها یه تیکه‌ای از این عزت نفس ما رو رو بودن، یه تیکه ای از این عزت نفس ما رو برداشتن. و وقتی که هی ادامه دار بوده، هی ما باورمون در واقع به این سمت رفته که آره ها پسرمون نگاه کن مثلا ریاضی شده 18، من شده همیشه مثلا 15، ببین پس اون از من بهتره. وقتی که این هی دائم اتفاق افتاده به یه جایی میرسه آدم که خودش احساس خنگی میکنه. یعنی به یه جایی میرسه بچه ها، ببین مثلا خیلی از بچه ها، بچه ها منظورم مثلا بچه های نوجوان، حالا 10-12 ساله، خیلی از اینا تنبل نیستن، انقدر پدر مادر میگن ببین تنبل، ببین انقدر این دست و پا چلفتیه، انقدر این تنبله، این بچه یواش یواش باورش میشه که تنبله و تنبل میشه. این مثال میزنم که باورت بشه که خیلی از نفوذ کلام هایی که بر ما زده شده، حالا بخواست به عمد به ناعمد نمیدونم، امروز عزت نفس ما رو هی کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر کرده. و وقتی که این اتفاق میفته بچه ها، بیرون کشیدن ما اگر عزت نفس اون پایین باشه از باطلاق احساس غیر ارزشمندی یه کار سختی میشه، یعنی یه باطلاقی که ما رو دائم داره میکشه تو خودش. وقتی که احساس ارزشمندی بکنی، وقتی که عزت نفستو زیاد بکنی که امشب چند تا نمونه واسط میگم، قیمتت میره بالا. دقت کن به حرف من، مگه نمیخوای تو زندگیت ثروتمند بشی؟ ثروت از نظر من فقط مالی نیست، ثروت همه چیه. ثروت مالی هست، معنوی هست، تن سالم هست، ارتباط عاشقانه هست، مدارک تحصیلی فوق‌العاده هست، زندگی کردن توی بهترین نقاط دنیا هست، سفر به دور دنیا هست، همه اینا میشه ثروت. اولین اتفاقی که باید بیفته، مگه نشنیدی بارها، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی.
وقتی که بیرون از ما نیست اون چیزی که میخوایم، معنیش همینیه که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. معنیش اینه که حامد سلیمانی، تو چقدر خودتو لایق بهترین ها میدونی و در اون مسیر داری حرکت میکنی و از خداوند، از کائنات توقع داری که برای تو بباره، از آسمون طلا بباره. اگر از درون، از نقطه عمیق درونی یه همچین فکر داشته باشی، کارت با کیفیت میشه. دوست عزیزم کار بی کیفیت انجام نده. کار بی کیفیت آدمی که عزت نفس نداره انجام میده. میخوام چند تا نمونه واسهت بگم، سرچ کنی تو خودت. ازت خواهش میکنم که الان قضاوت نکن، دنبال این نباش دایی من عزت نفس داره، عموی من داره، اون نداره. اینا رو ولش کن، خودت خواهش میکنم. حتی به همسرت هم گیر نده، به پدر مادرت هم کار نداشته باش. بچه‌ها کسی که عزت نفس داره، زندگی زیباش از لباس تو خونه‌ش شروع میشه. دقت کن چی دارم بهت میگم، ببین به کجا دارم میپردازم. اگر تو واسه خودت ارزش قائل باشی، باید لباس تو خونت از لباس بیرون تمیزتر باشه. باید وقتی تو خونه با خودتی اتکلم بزنی، باید با خودت اول لذت ببری، حالشو ببری. خیلی ها رو میبینم میگه حالا که کسی ما رو نمیبینه، موها جولیده پولیده باشه، نمیدونم لباس بو بده، کسی نیست که. چه اتفاقی داره واسه تو رقم میخوره؟ خواهش میکنم به این نکاتی که میگم دقت کن، خیلی ریزه ها. وقتی تو واسه خودت ارزش قائل نیستی، چرا توقع داری که دنیا واسه تو ارزش قائل بشه؟ بهترین میوه واسه مهمون نیست اگر عزت نفس داشته باشی. اوکی، واسه مهمونم میوه خوب بخر، ولی میوه خوبه رو واسه خودت بذار. زمانی که تنهایی میوه خوبه رو بردار بخور. اینا نکات ریزیه که به ما داره نشون میده که هم چندی با خودت، عزت نفست کجاست. همه چی رو واسه دیگران نمیخواد کسی که عزت نفس زیادی داره، اول واسه خودش. تو اول باید خودت رو دوست داشته باشی، تو اول باید عاشق خودت بشی. وقتی عاشق خودت میشی اصالت پیدا میکنی. وقتی عاشق خودت میشی تن به انجام دادن هر کاری نمیدی. بچه ها یونگ آرکیتایپ رو معرفی میکنه به عنوان آرکیتایپ فاحشه. میگه که فاحشه فقط اونی نیست که تن میفروشه، که میگه از اون فاحشه بدتر اون کسیه که عمر خودشو، زمان خودشو، انرژی خودشو به قیمت ارزون میفروشه. اون کسی که تحقیر میشه و میمونه توی کاری، تحقیر میشه و سالها میمونه، این از فاحشه بدتره. یعنی اون فاحشه به ازای اون پوله داره تنشو میفروشه، تو به ازای پول داری زمان و زندگی تو میفروشی. یعنی اون آدمی که میره امروز سر کار فقط صرفا جهت اینکه ساعتو پر بکنه، از فاحشه بدتره به قول یونگ. یعنی اون زمانی که تو میری اونجا به جای اینکه یه کاری بکنی، ارزش زمانی که خدا به تو داده خیلی بیشتر از پوله، خیلی بیشتر از پوله. به جایی که یه کاری بکنی، یه ارزشی بیافرینی، 4 سال دیگه نگاه بکنی بگی ببین من 4 سال پیش اینجا بودم، هر روز کار کردم، به هم چسبید این کارا، امروز تو این نقطه‌ام و دارم افتخار میکنم به این 4 سال. این میشه آدمی که عزت نفس داره. و وقتی که تو عزت نفس داری، از درون اعتماد به نفس خود به خود از بیرون دیده میشه. خیلی ها هستن میام میگن آقا ما چیکار کنیم، تو رو خود کلاس اعتماد به نفس بذار. من میگم پیش نیاز کلاس اعتماد به نفس عزت نفسه. اگر اون نباشه، اعتماد به نفس فیک به سراغت میاد، اعتماد به نفس کاذب به سراغت میاد. احتمالا دیدی یه سری آدم ها رو میگی چرا اینجوریه، این چه اعتماد به نفسی داره، این دقیقا همون آدم ها. ما ممکنه که تو زندگی دستاورد داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، اینا کاذب باشه و بره به موفقیت ما رو برسونه، ولی وقتی شب میخوای بخوابی حالت خوب نیست. ولی وقتی که با یه دوستی که خیلی دوستت داره و با هم دیگه هستین و اینا میشینی صحبت میکنی باش راحتی، 10 دقیقه صحبت میکنی، وقتی میریزی خودتو بیرون، یه دفعه میگی ببین ماشینه رو میبینی، این جایگاه رو میبینی، این خونه رو میبینی، این سفرهای من رو میبینی، همشون هستن و حال من خوب نیست. من حالم داره این زندگی به هم میخوره، من دارم با دوست نداشته هم زندگی میکنم. این یعنی که تو به عزت نفست نپرداختی، این یعنی که تو رفتی به دستاورد رسیدی ولی دستاوردهات بیرونی به تو داده شده.
مثل زمانی که بچه ها من مهندسی گرفتم رفتم تو رشته فنی مهندسی، قبلش هم رو ریاضی خوندم، صرفا جهت این خوندم که آدم های دیگه بگن که آقا ریاضی خیلی خوبه دیگه، خیلی باحاله. بعد مهندسی هم میگن آقای مثلا مهندس و اینا. بعد حالم خوب نبود، من هر روز میرفتم سر کلاس حالم به هم میخورد از خودم و زندگیم، با بدبختی درس پاس میکردم. اینا عزت نفس منو کم کرده بود. و وقتی که من اومدم تو بازار کار اون موقع ها اومدم، خب تو اون رشته که هیچی بلد نبودم که کار بکنم، وقتی رفتم یه جا صحبت بکنم واسه کار، انگار یه نیروی در درون من میگه هامه تو درس خونم نبودی، ها درس خونم نبودی زیادم که از این رشته چیزی بلد نیستی، اصلا لیاقت تو ماهی همون 1,000,000. آقا وزارت کار چقدر میده مثلا یه همچی چیزی؟ حالا این به چیز اون موقع. ولی وقتی که شروع میکنی تو جایگاه خودت قرار میگیری، من وقتی که بچه افتادم تو ریل درست، وقتی خودشناسی کردم، وقتی شخصیت خودم رو شناختم، فهمیدم به درد این کارا میخورم، فهمیدم من عاشق مذاکرم، من عاشق ارتباطم، من عاشق سخنوریم، من عاشق تدریسم، من عاشق کمک کردن به آدم هم، اینا رو شناختم از تیپ شخصیتی، وقتی افتادم تو ریل درست، وقتی جایگاه درست قرار گرفتم، عزت واسم اومد، پول واسم اومد، لول اجتماعی واسم اومد. و الان وقتی نگاه میکنم میبینم که این 5 سال 10 سالی که از عمر من توی این رشته و حرفه گذشته به بتالت نگذشته، ولی میدونم اون دوره‌ای که من داشتم رشته ریاضی میخوندم بعد رفتم متالوجی گرفتم به بتالت گذشت. من اینقدر انتگرال حل کردم و حالم از انتگرال به هم خورد. نمیگم اون خوبه یا بده، من معنا نداشت واسه من، من نمیفهمیدمش. نمیدونم شما انتخاب رشته اشتباه داشتید یا نه، نمیدونم شما ازدواج اشتباه دارید یا نه، من نمیدونم شما سر کاری که دارید میرید اشتباه یا نه. الان اگر اینا باشه قشنگ حرف منو میفهمید که زندگی کردن با دوست نداشته ها زجرآورترین لحظات زندگی آدمه. کاری که دوست نداری رو از صبح تا شب انجام بدی، عزت نفس داشته باشی انجام نمیدی. عزت نفس داشته باشی گرسنه میمونی ولی زیر پرچم نمیری. میگیری چی میگم؟ ایستاده میمیری ولی چی میگن؟ میگن سرتو خم نمیکنی. اگر عزت نفس داشته باشی میگی ببین من میرم بهشت خودم رو میسازم، 2-3 سال زمان میذارم، سختیشو میکشم، ولی حاضر نیستم به خاطر هدفهای یکی دیگه برم اونو به هدفاش برسونم و اون منو عمده بخره، تک فروشی بفروشه، اون کل زندگی منو به مدت 30 سال از من بگیره به ازای یه مبلغ چندرغاز ناچیز که من بعد 30 سال بگم به به و چه چه و من دیگه سر کار نمیرم، الان مثلا به من حقوق میدن. اگر به خاطر این داری زندگی میکنی، این میشه ضد قهرمانی، این میشه یه زندگی معمولی، اصلا این لایف به دردت نمیخوره. برو سراغ لایوهای دیگه، خواهش میکنم ازت برو طنز نگاه کن، حال الانتو خراب نکن، چون من حالتو خراب میکنم. چون امروز حالت خراب بشه آینده حالت خوب میشه. اگر امروز تو جهل بمونیم، توی طنز و لبخند و حالا ببینیم ولش کن و این حرفا چیه و آدم از این خیابون میره اونور میفته میمیره و اینا بخوای بمونی، بهتره که بری. ولی اگر میخوای 2-3 ساله بهشت خودتو بسازی، به آزادی مالی، آزادی زمانی و آزادی مکانی برسی، باید عزت نفستو رشد بدی، باید احساس لیاقت اول از درون ایجاد بکنی. من به تو الان ابزار نمیدم که، من به تو نمیگم سایت بزن، نمیدونم اینستاگرام بزن، برو کارخونه بزن، برو، اینو نمیدم، اینا بعدشه. قبل اون باید اول یه حامد سلیمانی ایجاد بشه بگه من میتوانم، من لیاقتش رو دارم، من باید بهترین زندگی رو بسازم. اینو که بسازی بقیهش حله. یعنی خداوند مگه میشه تو دل بندش هدفی رو بکاره، هدفی رو بندازه، راه رسیدن بهش رو مقرر نکنه؟ خیلی موقع بچه خدا آماده است واسه شنیدن حرفای ما، آماده است واسه این که بگی بابا مگه نمیگی ادعونی استجب لکم؟ تو انقدر به خودت لیاقت نمیدونی که چی میخوای و میگی هرچی حالا بشه دیگه، بعد انتظار داری چی بشه؟ عزت نفس داشته باشی میخوای، کم هم نمیخوای، زیاد میخوای. ببین من میخوام اینو متوجه بشی، چرا تو نباید بهترین ماشین رو سوار بشی؟ بهترین ماشینی که توی این کشور هست و چرا نباید سوار بشی؟ مگه تو چی کم داری؟ بجز یه سری باور اشتباه چی کم داری؟ همش عزت نفسه. بجز یه سری باور اشتباه که تو واسه خودت ساختی یا به تو دادن و تو باور کردی، هیچ چیزی دیگه کم نداری.
همه اونایی که الان دارن اون ماشینا رو سوار میشن انسانن، همه اونایی که دارن مدارک تحصیلی رو دارن که تو حسرتشو ممکنه بخوری، همه انسانن. تفاوت تو نوع نگاهه، تفاوت توی عمل کرده. تو اگر با عزت نفس یه کاری رو بکنی، همون کارو بدون عزت نفس انجام بدی، نتایجش متفاوته. اون موقع کارت با کیفیت نیست. من امیدوارم که بتونم امشب رو تأثیر بذارم اینو بگیری، چون اگر اینو امشب بگیری بقیه مواردو من به تو یاد میدم. خدا شاهده هم واسه تا رسیدن حداقل، تا یه عددی بگم که باور کنی، حداقل تا رسیدن ماهی به 50 میلیون تومان درآمد من راهشو بلدم به یاد بدم. بقیه‌اشو برو از کسایی که بیشتر بلدن یاد بگیر. ولی اول از همه تو خودتو لایق آدم 50 میلیونی میدونی یا نه؟ این مطلبه، اینو میخوام بگیریش. آیا تو خودت رو تو اون جایگاه میبینی؟ اگر تو اون جایگاه ببینی، مدل نگاهت فرق میکنه، مدل حل کردن مسائل فرق میکنه، مدل نگاهت به بحران ها فرق میکنه. اگر اینا رو نبینی، هی این بچهای نقنقو قر میزنی، نق میزنی، آقا نمیشه دیگه، ما تو ایرانی بدبختیم دیگه، آقا ما تو این روستاییم نمیشه دیگه. خب دیگه آقا من چیکار واسات بکنم؟ ولی وقتی از درون انقدر بزرگ شد، میگی آقا هر کاری بگی انجام میدم، بهت قول میدم، من چی کارم پیدا میشه، معلم خوب پیدا میشه، یه آدمی که تو رو هدایتت بکنه پیدا میشه، خداوند دستای یاریشو به سمتت میاره. ولی اول از همه تو از درون وسیع باید بشی، تو اول از همه از درون باید بلند شی. بهت گفتم میلیاردها سلول به افتخار تو دارن کار میکنن، تو به افتخار اونا بلند نمیشی. بعد چجوری انتظار داری که دنیا به تو بده، دنیا به تو این همه نعمتشو برسونه؟ این رستوران بچه ها دنیا. تو رفتی یه رستوران شیک، یه رستوران باحال، گفتن آقا پول نمیخواد بدی، هر چی میخوای بردار. حالا تو اگر میری این بغل یه غذای ارزون رو برمیداری، این دیگه مسئله دیگه با اون رستورانه نیست، مسئله تویی. من میخوام اینو بگیری، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست. از کوزه همون برون تراوت که دروست. تو داری چی میریزی تو این کوزه خودت؟ چقدر خودتو لایق رسیدن به اون همه نعمت میدونی؟ که بعد طلبکار خدایی، آن کس که طلبکار خدایید، خدایید، میدونی؟ اینقدر طلبکار از خدا و پدر مادر و آدم که عزت نفس داشته باشه اینطوری نیست که. دمشون گرم، همین که تو رو به دنیا آوردن، به 18 سال رسوندن، دمشون گرم. ولاغه بقیهش چیه؟ اینقدر گیر نده. آقا بابای ما اگه اون ملکه رو نمیفروخ، همه ما ایرانی ها میادونه ملک بالاخره بابامون داشته که فروخته، دیدی؟ اگه اون رو نمیفروخ ما الان اینجوری نبودیم. تقصیر من نیست که. روزی که خواستی بندازی گردن یکی دیگه، عزت نفست پایینه، مسئله داری. روزی که گفتی که ببین حتی من از اون کسی که این میزو ساخته باید تشکر بکنم، دمش گرم میز ساخته که من امشب اینجا بشینم دستامو بذارم روش، اگر تونستی اینجوری سپاسگزار باشی عزت نفس داری. اگر تونستی مسائل و مشکلاتی که واسهت پیش میاد رو به دیگران نسبت ندی عزت نفس داری. اگر تونستی اشتباه کردی بپذیری معذرت خواهی بکنی عزت نفس داری. ولی اگر همش خواستی یه جوری فرار کنی، هر جا یه اتفاقی افتاد هی بخوای جا خالی بدی، نه به خدا تقصیر ما نبوده. اگر اینجوری باشی عزت نفست پایینه. و دارم امشب دوباره تکرار میکنم، اینی که دارم امشب بهت میگم و حل نکنی، به خدا بقیه مسائل رو نمیتونی حل کنی. بهت قول میدم همین امشب بهت زنگ بزنن بگن آقا ما یه دفعه تو رو کشف کردیم، چقدر تو آدم حسابی بودی، ما کل دنیا تو رو نفهمیدیم، گوگل یکی از مدیراش انداخته بیرون، تو رو به عنوان مدیر ارشد گوگل داریم میذاریم، ماهی هم مثلا 100,000 دلار به تو حقوق میدیم. به خدا میری اونجا هم خراب میکنی، میری اونجا میندازنت بیرون. علتش چیه؟ خودتو لایق اون جایگاه ندیدی و نمیدونی. میری اونجا اگر بخوای با طرز فکر امروزت، با طرز فکر کمبود عزت نفس کار بکنی، میخوای اونجا هم از زیر کار در بری، میخوای اونجا هم بندازی گردن یکی دیگه، میخوای اون مسئولیت به اون بزرگی رو یکی دیگه بیاد انجام بده. بچه ها اگر تو مسئولیت رو میندازی گردن یکی دیگه، یعنی این که این کاپ قهرمانی رو داری تقدیم به اون میکنی. من ازت میخوام که کاپ قهرمانی رو دست خودت بگیر، تو بشو قهرمان زندگی خودت. اگر تونستی اینو درکش بکنی، امشب نکاتی که دارم بهت میگم که
به خدا میلیارد تا تومن قیمت داره. اگر اینا رو گرفتی به تو قول میدم، به تو قول میدم به چشم بر هم زدنی زندگی تغییر بکنه، چون نوع نگاهت عوض میشه، دیگه اون آدم سابق نیستی. ببین ما هممون یه در واقع گوشت و پوست و استخون و مغز و اینا داریم، هممون، فقط تفاوت ما تو نوع نگاهمون به زندگیه، تفاوت ما تو نوع برداشت ما، تفسیر ما از وقایع. اگر تونستی واقعیت‌های زندگی رو درست ببینی و برداشت مناسب ازشون داشته باشی، نگاه میکنی به دور و برت، میبینی چقدر ثروت بوده من نمیدیدم، چقدر نعمت بوده من نمیدیدم. و براتون قبلا گفتم نگهبانای آستان میان سراغت، هیچ سنگ میندازن، ولی یه نیروی عمیقی در درون میگه حامد برو حرکت کن، وای نستا، اینا اومدن جلو تو بگیرن، تو از اونا قوی تری. قرار نیست چیزی ساده بشه بچه ها، قرار نیست که این مشکلات و مسائل ما همین امشب حل بشه. خدا رحمت کنه، حاج آقا فضلی فوت شد، من امروز متوجه شدم. خب ما یه میتینگی با مجموعه ایشون داشتیم، گل رنگ، خب نمیدونم میشناسین یا نه، خیلی آدم بزرگیه، یکی از کارآفرینای بزرگ کشورمونه، که همینجا هم تسلیت میگم به خانواده‌شون. یه میتینگی داشتیم و راجع به گل رنگ و اینو صحبت می‌کردیم، تماماً شو با گل رنگ یه میتینگی داشتیم. و وقتی که از جسارت ایشون، از بزرگی ایشون صحبت می‌کردیم تو اون جلسه، چه کارهای بزرگی کرده ایشون، یه لحظه سرچ کنید دیگه، فقط بزنید هولدینگ گل رنگ ببینید چیه و کیه و اینا، تمام به این افق کوروش، پاساژ کوروش، گل رنگ و سافلن و اوه و مای و نمیدونم. اون موقع من 96 با اینا جلسه داشتم، 32 تا شرکت واسه ایشونه، ایشون بود که خدا رحمتشون کنه، الان پسرشون البته داره این کارو میکنه. چجوری یه آدم خودشو لایقه این میدونه؟ ببین الان میخوام بهت بگم که خب امروز ایشون فوت کردن، آیا فوت کردن ایشون با فوت کردن یه آدم معمولی آویزون فرق نداره؟ یعنی اون لحظات آخر که ایشون داشتن دار فانی و ودا میگفته با خودش فکر کرده چی گفته؟ ببین آدم نادون میگه بابا نگاه کن همه اون میمیریم دیگه، چه کاریه، نگاه کن رفتیم قبرستون دیدیم همه مردن، چه کاریه، سلیمانی به حرف میزنه. اون موقع من دقیقا بچه یادم نیست، ولی نمیدونم چند ده هزار نفر از بغل ایشون دارن نون میبرن سر خونه زندگیشون. فرق داره، این فرق داره. حالا تو خودتو لایقه چقدر میبینی؟ تا دلت بخواد ثروت هست، نامحدود، تا دلت بخواد پول هست، تا دلت بخواد عشق هست، تا دلت بخواد مهربونی هست، تو داری به دنیا چی میدی؟ مهربونی میدی یا نفرت میدی؟ یا دوست داری تمام رقیبات برن که تو یک تاز باشی؟ خیلی زیادن ها اینجوری، خیلی زیادن. عزت نفس نداره، دلم براش میسوزه، به خدا دلم براش، همکارای خودمونا همیشه هم وقتی من میبینم مثلا پشت من حرف زدن یه جایی چیزی، من میخندم و براش طلب خیر میکنم، دعا میکنم خدا کنه که تو مسیر قرار بگیره. یه نکته دیگه برای عزت نفس بچه ها اینه، وقت اینو نداره به زندگی دیگران فکر بکنه، چه برسه بخواد راجع به زندگیشون صحبت بکنه، چون اینقدر ما کار داریم، اینقدر زمانمون کوتاهه، اینقدر این ذهن پالایش کردنش سخته، که اگر تو بخوای به همه رو راضی کنی، به زندگی همه بپردازی، از این بگی پوزه اونو به خاک بمالی، عمرت تموم میشه بابا. من الان 35 سالم تموم شدم چند روز پیش، چشم به هم بزنی 35 سال دیگه‌ش هم میره. همین الان چند سالته، یه لحظه نگاه کن چجوری گذشت. خواهش میکنم به این مسئله فکر کن. ببین من میخوام، من همیشه سر کلاسام هم گفتم، من میخوام تو رو به فکر وادارم ولا غیر، من به تو تکنیک آموزش نمیدم، من دارم به تو میگم فکر کن، چون جوابی که تو باید بگیری درون خودت باید پیدا بکنی، به حرفای من فکر کنی، بگی آوا دمش گرم مثلا اینجاش خوب بود. اگر این لایو داری میبینی، اگر یه کتابی میخونی، اگر کلاسی میری، یه سری جاهاشو دوست داری گوش میکنی، یه سری جاهاشو دوست نداری گوش نمیکنی، مسئله داری. آموزش پذیر شو. عزت نفس بالا داشتن یعنی آموزش رو جدی گرفتن، نه حالا حتما آموزش آکادمیک باشه، از یه بچه تو میتونی یاد بگیری، ولی اونی که عزت نفس بابا این داره به من یاد میده. من امروز توی این پست گفتم، پستی که امشب گذاشتم گفتم،
آقا با کیا ازدواج نکنیم؟ خواهش میکنم اینو ببینید. سه تا بخشو گفتم. یه بخشش که الان یادم افتاد دوست دارم واسهتون بگم، اون آدمی که هر چی بهش میگی میگه که بابا خودم بلدم، چجوری میخوای با اون زندگی کنی؟ اگه خودت هم اینجوری هستی خواهش میکنم بپذیر از من، تو همه چی بلد نیستی به خدا. اگر بهت میگم بیا بریم مشاوره ازدواج، اگه بهت میگم آقا کسب و کارت مشاوره نیاز داره، هی نگو آوی بیام اینقدر بدم به این که چی بشه. بابا عزت نفس داشته باش، اون آدم رفته چند سال تجربه کرده، همه اونا رو داره تو یه ساعت به تو میگه. همین لایوی که الان داریم میبینیم که میدونید دیگه این لایو داره رایگان برای شما گذاشته میشه، خدا وکیلیت میدونی چند تا تجربه، چند تا کلاس صحبت کردم با چند تا دانشجو بوده که من امشب دارم از حفظ واسط میگم که عزت نفس داشتن چه شکلیه، عزت نفس نداشتن چه شکلیه. من نمیخوام بگم تعریف کنم که این داستان این شکلیه، از من خودم تعریف کنم، میخوام بهت بگم بگیر مطلبو. اینقدر نگو بابا نه اون لباسش این رنگی من دوست ندارم، گوش نمیکنم، اون این مگه چند سالش؟ حالا من الان با سنم بهتر شد، اون زمانی که شروع کردم 26 5 6 سالم بود. بعد خب این مطالب عمیقیه، فن بیان نیست که مثلا بگید اینا، خب اینا ساده تره، این مطالب نیاز به تفکر داره، نیاز به زندگی داره. اون موقع ها که اینا رو میگفتم خیلی ها میگفتم تو بچه اینا رو کجا میگی؟ البته خب به این کیفیت نمیگفتم، فرق داشت، ولی میخوام بگم اگه الان هم یه همچی تصوری داری که آقا تو بچه یا فلان، خواهش میکنم از این بچه بپذیر، ولی زندگی تو بساز، زندگی تو بساز. حیفه اگر عزت نفس تو نسازی، عالم آدم جمشن، کل دنیا جمشن، میگن تو خوبی، یه نیروی در درون میگه اینو نفهمیدن من چقدر بدم. بعد دیگه چه توقعی داری؟ میدونی تو اگر خودتو لایق پشت اون ماشینی که دوست داری بشینی ندونی، اون ماشین رو هم به تو بدن نمیتونی سوارش بشی. میدونی چی میشه؟ نمیدونم دیدین یا ندیدین، طرف پول داره، پول تو حساب بانکیشه، لیاقت اینو نداره بره واسه خودش لباس بخره، این عزت نفس نداره، عدد میبینه تو بانک یا خدایا این عدد میاد زیره مثلا 150 میلیون من روانی میشم، و یه شلوار 500 هزار تومانی نمیتونه بخره، یه رستوران خوب خودشو مهمون نمیکنه. یه دوره ای رو دارم طراحی میکنم، یه کوچینگ یک سال است تقریبا، بین 8 9 ماه 10 ماه اینا داره میشه که بیایم و بهتر کنیم. خب یکی از بخشاش که الان دارم بهت میگم، دارم لو میدم، یه قسمتی از اون پولی که قراره به دوره بدی رو نه به من بدی، بعد به خودت بدی. باید بلنشی بری توی بهترین رستوران های شهرتون، باید بلنشی یه سفر بری و فاکتوراشو واسه من بفرستی که من رفتم بهترین هتل 5 ستاره توی این شهر، توی این کشور، یه هفته موندم، تازه فهمیدم ثروت چیه. آقا 10 میلیون واسه خودت نمیخوای خرج کنی؟ اصلا قرض کن، من نمیدونم، الان دیگه پولی نیست که، میشه جورش کرد. ولی اون یه هفته رفتن یو آل دیدن، اون یه هفته رفتن تفریح دیدن، اون یه هفته رفتن و آدمهای درست حسابی گشتن رو تو تأثیر میذاره. این یه قسمتی از اون دوره است. متوجه میشی چی میگم؟ حالا تو چقدر خودتو لایق میدونی؟ آه نه ما بریم فلافل بخوریم هزینش کمتر، هرچی بیشتر چیز خوب بخوری بیشتر میاد تو حسابت، میخوای بگیر میخوای نگیر، کل مطلبو دارم بهت میگم. اگر عزت نفس تو جلسه اول اون دوره من درست نکنم، پدر منو در میاری، آخرش هم نتیجه نمیگیری، آخرش هم میای میگی که نه کلاس خوبی نبود. اول از همه این بنیادی ترین قسمت رو باید حل کنی. خودتو کی آخرین بار کادو دادی به خود، مهمون کردی خودتو؟ کی آخرین بار جشن گرفتی واسه این که تونستی یه عادت بدو تو خودت تغییر بدی؟ اینا عزت نفسه. اینقدر نگو که نیست، ندارم، بدبختم. هرچی بگی بدبختر میشی. هست، تا دلت بخواد هست. تو لایقش نیستی، خودتو لایقش نمیدونی که تو جیب تو نیست. اونی که خودشو لایق میدونه تو جیبش هست. و الان لطفاً با من اوکی باشید که من دارم راجع به پول حلال صحبت میکنم، من راجع به رانت و نمیدونم بریم دلار بخریم گرونشه بفروشیم و اینا نمیگم. پول حلال، پولی که با تفکر خودت، با خدمت تو اومده تو حسابت، خودتو لایق بهترین ها بدون تا دنیا تو رو لایق بهترین ها بدونه، تا با تو قرارداد ببندن، با تو کار بکنن.
اگر قراره یه شرکتی یه کاری بکنه به تو زنگ بزنه آقا جون مادرت تو رو خدا میشه یه روز بیای به ما یه مشاوره بدی، من حاضرم بابت این مشاوره انقدر به تو پول بدم. بعد اون پوله رو نگاه میکنی که قبلا دیدی شا تو ذهنت، پوله رو نگاه میکنی میبینی به اندازه دو ماه حقوق یه کارمند شما در یک ساعت پول گرفتی. این میشه اثر مرکب، این میشه تفکر ثروت. ولی از قبلش مدل راه رفتن تو برخوردت فرق کرده، دیگه لنگ پول 2000 تومن استپ نمیشی. او بذار ببینم زدم 15 تومن، اگه 13 تومن بود میرفتم. نیم ساعتت فقط داره به این میره. خب چه توقعی داری دنیا به تو جواب بده؟ میگیری؟ امیدوارم بگیری. نمیدونم این آدم ها رو دیدید که آدم های سخاوتمند هرچی پول خرج میکنن پول بیشتر میاد. آدم های گدا و کنس هی نگه میدارن بعد یه دفعه یه اتفاق میاد و کلی پول میدن، بعد بدبخت میشن میمونن. این تفکر فقر و ثروت. تفکر ثروت رو کسی داره که عزت نفس داره، کسی داره که خودشو لایق رسیدن به ثروت های بیکران میدونه. اگر تو فکر میکنی که خدا تو رو آفریده، اگر اعتقاد داری خدا تو رو آفریده، خودش هم تو رو میتونه هدایت کنه. ولی اون آماده است که بشنوه تو چی میخوای و تو هیچی نمیخوای. میگه اوردر تو بده، انگار رفتی یه رستوران، فرض کن رفتی رستوران، بعد میام میگن که خب آقا چی میخوری، بعد تو میگی غذا، بعد میگی خب باشه همه اینا غذاست، چه غذایی؟ من نمیدونم غذا. من به خیلی ها میگم بچه‌ها هدفتون تو زندگی چیه؟ میگه پول. ای پول یه وسیله است، پول یه واسطه است واسه اینکه تو پاداش کارتو بگیری، نه اینکه هدف. هدف بیموه نیست، هدف کاریه که انجام میدی پاداشش اون پول است، به تو میدن میری بیموه میخری. حالا آدم با عزت نفس میگه من به این دنیا چی دارم که ارائه کنم، با چه کیفیتی میتونم ارائه کنم. تو باید محبوب دلها بشی تا ثروتمند بشی. تو باید خودتو اول بفروشی ارائه بکنی، نه اینکه بندازی یه چیزیو به یه نفر. بنداز به یه نفر، نفر بعدی چی؟ 2 سال بنداز، 3 سال بنداز، 10 سال بنداز. فرض کن نفهمیدن، دقت کن به حرف من، اونا نفهمیدن، خودت که میدونی که کسی که عزت نفس داشته باشه اول از همه مراقب خودشه. من میگم تو فرض کن بتونی خیانت کنی، اوکی برو توی رابطه، تو اون رابطه خیانت کن، اون آدم هم نمیفهمه، تو که میفهمید، اون آدم نفهمید. تو از عزت نفس خودت داری خرج میکنی. اولین کسی که احساس بیلیاقتی میکنه که تویی. اولین کسی که تو زندگی میگه که آره من سر اینم گول مالیدم، اون یکی هم کلاشو برداشتم، اونا هم نفهمیدن. خودت که فهمیدی. وقتی خودت میفهمی بزرگترین دشمن خودت خودتی دیگه. وقتی خودت میفهمی چی میشه؟ احساس لیاقتت کم میشه و در سالهای آینده متوجه میشه چه بلایی سر خودت آوردی. بنابراین این جمله که از فکر میکنم باب مارلی باشه عالیه، میگه وقتی که تو تونستی، اگر تونستی یه نفری که به تو اعتماد کرده رو گولش بزنی، بدون که اول به خودت خیانت کردی نه به اون. اگر یه کسی به تو اعتماد کرد و تو یه کاری کردی که اون بابت اعتمادش پشیمون شد، درسته به اونم آسیب زدی، اول به خودت آسیب زدی. حالا اینو بزرگش کن، ببر تو زندگیت، نمیدونم کجاها. بچه ها ببینید، نگاه کنید بچه ها، 4 صفحه واسهتون نوشتم، هیچ کدوم هنو نگفتم. خدای خود کمک کن. فقط این یه دونه جمله اولو گفتیم رفتیم بالای منبر، ولی بهتون قول میدم شبهای آینده هم بیام بیشتر راجبشون صحبت بکنیم، بیشتر راجب عزت نفس بهتون بگم، چون تمومی نداره. و یه خواهش که ازتون دارم، لطفاً خواهشن این لایوا رو، من الان توی وبسایت گذاشتیم آپلود شدن، تقریبا 3-4 آخر مونده اونم آپلود میشه، یه بار دوبار نبینی تا میتونی توصیه بکنید دیگران بیان ببینن. رایگان هم هست دیگه، اون آدمی که میخواد بیاد ببینه و به تو ناراحت بشه دست تو، پولم که قرار نیست بده، بهت قول میدم که بعد از دیدن این لایو ها یه خورده تمرین انجام دادن زندگیشون یه جوری بشه که ولت نکنن، بگن آقا دمت گرم،
چی کار با من کردی؟ این محتوایی که من دارم به شما الان ارائه میکنم محتوایی که سالها واسه زحمت کشیدم و سالها کتابهای مختلف خوندم، کلاسهای مختلف رفتم، خیلی زیاد بچه ها، اصلا تعداد نداره، واقعا نمیدونم چند تا بگم، ولی الان تو این شرایط به خودم گفتم که باید خدمت کنی، باید یه کاری بکنی که کنارت یه سری آدم رشد بکنن، کنارت یه سری آدم بال لر بیارن، پرواز بکنن. چون منتم سر هیچ کس نیستا، اون روزم گفتم منتم سر هیچ کدومتون ندارم، هر کاری میکنم واسه خودم میکنم، اول از همه خودم احساس لیاقت بیشتری پیدا بکنم، خودم احساس بکنم که یک لیاقتی در درون تو هست حامد که باید بترکونی. چون تو اون دوره که همه میگفتن پول 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 پول، تو اومدی کلی محتوا رو تقدیم به دیگران کردی و اینا رو دارم به خودم میگم، بلند فکر میکنم که شما متوجه بشید عزت نفس داشتن و نداشتن چه شکلیه و میدونی که محتوا پایان نداره. فراوانی رو میفهمم، میدونی چی میگم، میخوام متوجهش بشی که وقتی فراوانی رو میفهمی از درون ثروتمند میشی، اینقدر نمیخوای همه چی واسه خودت نگه داری. اوکی، ازت میخوام که اینجوری کار کنی. اگر توی اداره ای داری کار میکنی، کاری با اون اداره و آدمای دیگه نداشته باش. اونا هم مسخرت کردن، گفتن او فردین شدی و فلان، نه، زود برو، زودتر از بقیه برو، دیرتر از بقیه بیا بیرون، ولی کارتو با کیفیت انجام بده. بهت قول میدم نتیجه میده. یه جوری کار کن وقتی که به تو گفتن که از خودت راضی، کل دنیا هم اگر گفتن که تو الی بلی، چون حرف دهن مردمو نمیتونی جمع کنی، روی آبم بتونی راه بری، یه عده‌ای آدم هستن بگن که تو حق بازی، دقت کن، اگر تو اون لحظه هم برسی. پس کسی که عزت نفس داره اصلا کاری نداره دیگران راجبش چی میگن. من که خودم میدونم چی کار دارم میکنم، من که از درون میدونم چه وسعتی پیدا کرده درونم، منظورم از من نوعی ها. وقتی این میشه بهت قول میدم اتفاقاتی واسط بیفته که امشب نمیتونی تصورشو بکنی. این جمله رو میگم بعد کامنت ها رو باز میکنم، از در و دیوار واسط میباره. چی میباره؟ عشق میباره، از در و دیوار آدم خوب میباره، از در و دیوار پول میباره، ولی اول از همه تو باید بلند شی، باید بایستی تا روزی که بخوای منتظر باشی یکی دیگه بیاد تو رو قهرمان کنه. بهت قول میدم هیچ کسی این کار رو واسط نمی کنه. چون ببین، میدونی چرا؟ آدم های دیگه خودشون گیرن، یعنی اگر خیلی هنرمند باشن خودشون رو قهرمان کنن، اگر خیلی توانمند باشن بتونن خودشون گلیم خودشون از آب بکشن بیرون. پس حس طلبکار بودن از کل دنیا بکش بیرون، کنار بذار، نه پدرت، نه مادرت، نه خدا، نه دولت، نه هیچی. بهتونم بارها گفتم، هم نگید من دولت و اینا، من اصلا یه قرون، یه هزار تومانی نه از دولت گرفتم، نه میگیرم، نه کاری دارم، من راه خودمو دارم میرم. یه روزی هم ببینم اینجا نتیجه نمیده، میرم یه جای دیگه قهرمانیمو زندگی میکنم، تا روزی که نفس دارم خودشناسی میکنم و هر روز توانمندتر میشم. این راهی که من انتخاب کردم. بنابراین خواهش میکنم ازت طلبکار بودن رو بذار کنار، به این فکر کن که چی داری ارائه بکنی، با کیفیت ارائهش بکن، ثروت رو از نظر روانی تو خودت ایجاد بکن، هر روز روی توانمند شدن خودت کار بکن. کنفیکون میکنی، میتره کنی، بهت قول میدم. خب کامنت ها رو بچه ها باز کردم، یه خورده برام بگید که امشب چطور بود، حالتون چطور شد. اگر جمله این شما رو تکون داد برام بنویسید، خوشحالم میکنید، لطف میکنید برام مینویسید. مرسی از ابراز لطف تک تکتون، ارادتمندتون هستم، مرسی ازتون، دم همگی گرم، متشکرم، مرسی، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. همه دوستان ابراز لطف دارید، میگن ایول، ایول به خودتون. مرسی از شما بچه، شما انقدر لیاقت اینو دارید که بیان یه ساعت با هم دیگه کار بکنیم، راجع به عزت نفسمون کار بکنیم. مرسی از همگی، خانم پورروحی، مرسی خانم زمانی، خانم درویشی، آقا رسول عزیز، عالی، خانم استخدامی، مرسی از همگی. باور کنی به اندازه همه عشق هست، عالی. مژگان جان مرسی، دمت گرم. استاد سلیمانی مرسی، دم شما هم گرم، عالی، خدا رو شکر.
ما که رفتیم کلا رو ببر نه 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 تسم. امشب ترکوندی استاد. مرسی مرسی آقای حسین مولد، مرسی، دیگه شرمندم نکنی، مرسی، ممنونم ازتون. هیچ کس جز خودت نمیتونه ما رو کشف کنه. عالی، چشم، ذخیره میکنیم لایو رو که بتونید بارها ببینید. به امید خدا اگر اتفاق خاصی نیفته رو وبسایت هم قرارش میدیم. بچه‌ها لایو های قبلی رو ندیدین برید رو وبسایت tamamanchu.com قسمت لایو ها بزنید دونه دونه ببینید. مرسی، تنوع در دو نوع نگاه، متشکرم. چقدر جمله های قشنگ دارید برام مینویسید. مرسی آقای شاد، میگن از زمانی که با شما آشنا شدیم عالی شدیم. مرسی، عزت نفس عالی بود، خواهش میکنم بذاریم بازم. چشم، میلیارد تا سلول رو دوست داشتین، عالی، مرسی. سحر خانم، خانم حیدری، سلامت باشید، خیر و برکت تو زندگی هممون بیاد. تشکر بابت همه لطفایی که شماها به من دارید. باور نمیکنید بچه، اون لحظاتی که برای من کامنت میذارید، وایس میذارید، ویدیو میفرستید، جز لذت بخش ترین لحظات زندگیمه و بیشترین لذت اون لحظه هایی میبرم که میگید که آقا این اتفاق افتاد. دوستان به من باورتون میشه بچه ها، تو همین کرونا کی بوده، دو ماه سه ماه دیگه، چندین نفر، انقدر بچه ها حجمش زیاد میشه دیگه استوری نمی کنم، میگم الان میگید خودشیفته است و اینا، بعضیشو میذارم واسه تو، انقدر واسه من اومده که درآمد بچه ها چند برابر شده، روابط عاطفیشون چند برابر بهتر شده. خدا رو شکر، خدا رو شکر، دوستان میگن منو عوض کرد، خدا رو شکر. بله، و تیکه 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 بچه ها زندگی ما باید درست بشه، تیکه تیکه. یه دفعه نمیشه همه چی درست بشه، مگه همه چی یه دفعه اینجوری شده که یه دفعه اونجوری بشه؟ اوکی، آروم آروم همه چی درست میشه. مرسی آقا متین عزیز که شما رو با پیج ما آشنا کرده. آقا بهزاد عزیز مرسی از شما و مرسی از آقا متین. قزوینم میایم آقا، قزوینم میایم. ادامه موضوع عزت نفس رو کی میذارید؟ بهتون خبر میدم، احتمال داره که فردا شب باشه بچه‌ها. مرسی، میگن دلم میخواست 100 بار گوش کنم. بله گوش کنید، ضرر نمیکنید بچه‌ها. بارها و بارها من خودم چند شب پیشم واسهتون گفتم، با صدای استادام خوابیدم، با صدای اساتید بزرگ خوابیدم، وایسو گذاشتم، رفتم کلاس، اومدم وایسو گذاشتم، اون موقع لایف حالا نبوده. انقدر باید گوش کنی، انقدر باید گوش کنی که این افکار منفی که به ما رسیده دونه دونه پاک بشه. دقت کن به حرف من، اخبار دیدی، چند برابرش باید این وایسا رو گوش کنی، این لایوا رو ببینی. یه عالمه تلویزیون به تو چیزهای چرت و پرت نشون داده، باید چندین برابرش بشینی، دورهای حضوری و غیر حضوری شرکت بکنی و در واقع این اتفاق بیفته. آقای فراهانی نوشتن ساعت چند لایو رو میذارید؟ احتمالا همون ساعت 10 بچه ها لایو رو میذاریم. بذار ببینم برنامه فردا میرسیم، اجازه بدی لحظه، فردا بچه ها چند شنبه است؟ پنج شنبه میذاریم بچه ها، اب نداره میذاریم ادامه. چون عزت نفس خیلی، ببینید چی گفتم بهتون، کلی نوشته بودم واسه تو، خیلی حرف داره. فردا ساعت 10 دوباره لایو رو میذاریم، ادامه عزت نفس رو میریم. خیلی خیلی بحث جذابیه، خیلی بحث جذابیه. خدا به شما برکت بده، دم همگیتون گرم. مرسی خانم دینی، میگن به جایی رسیدم که باورم نمیشه، خدا رو شکر. آقا رسول شما موفق و سربلند باشید، خیلی چیزا برام روشن شد، واقعا نیاز داشتم به حرفاتو. سلامت باشید، خدا رو شکر. بچه ها تا میتونید لطفا، خانم ندا، کتاب خیلی زیاده، من بارها هم گفتم کتاب خیلی زیاده، واسه هر کدوممون یه کتابی لازمه که بخونیم، چون تو حوزه خودشناسی هم کتاب زیاده، هم باید ببینم کدوم مرحله ای که بتونم کتاب بهت معرفی کنم. پیشنهاد میکنم که تو دوره رایگان وبسایت شرکت کن، همتون، همه کسی که شرکت نکردن، اون محصول چندین سال تجربه و چندین کتابه که توی اون 6 7 ساعت من گذاشتم توی وبسایت tamamanchu.com میتونید مراجعه کنید. توی دوره غیر حضوری رایگان ثبت نام بکنید، همون لحظه دانلود کنید و شروع کنید دیدن. بعدش حالا جلوتر که رفتین، اون موقع میتونم کتابای بهتری بهتون معرفی بکنم. من باید بدونم اصلا کدوم مرحله اید. ضمن اینکه بچه‌ها دوره
شخصیت شناسی و دوره نقشه راه واجبه، جز واجبات زندگی شماست، باید ببینیدش، نه به خاطر من، به خاطر خودتون. بذارید ببینم اینجا دارم، آره بهتون نشون بدم. البته دوره نقشه راهو ندارم، دوره خودشناسی و شخصیت شناسیه، حدود 30 ساعته بچه ها، 6 تا DVDه. بذار باز کنم ببینید، یه بار ببینید کامل ببینید بهتره. 15 تا تیپ شخصیتی رو توش بحث کردم، 15 تا تیپ شخصیتی، 6 تا نداریم، 7 تا تیپ شخصیتی زنانه، 8 تا تیپ شخصیتی مردانه، با تمام جزئیات که چی کار بکنیم. 1. تیپا رو بشناسیم، 2. وقتی شناختیم کدوم تیپ ماست، تستاشو بزنیم و کل آدم‌های کره زمین رو بشناسیم. یه بار تو باید این کارو بکنی یا نه. ببین درس جغرافی بهت نمیگم که حالا خوندی نخوندی فردا با اسنپ میری میای مثلا یاد نگرفتیم اب نداره، یا نمیدونم یه درسی بهت نمیگم که این درس ممکنه که به درد تو آینده بخوره ممکنه نخوره، مثل اون همه ریاضی و دیفرانسیالی که من حل کردم هیچ جا به دردم نخورد. گواهینامه زندگیت این دوره هست، این و نقشه راه. حالا خوددانی، من میدونم خیلیاتون دیدین، اونایی که ندیدین خواهش میکنم هر چه سریعتر برید تو وبسایت ثبت نام کنید ببینید. خیلی بلا سرتون اومده سر اینکه نشناختید، رفتید توی رابطه با یه دختری با یه پسری توی رابطه رفتید، ازتون برده کشی کرده، کلی اذیتتون کرده به خاطر اینکه تیپ شخصیتشو نشناختید و خیلی مهمه. بله نقشه راه تو سایت هست، هم نقشه راه هست هم این شخصیت شناسی هست. تو سایت میتونید ثبت نام کنید. آرکیتایپ، بله بر مبنای آرکیتایپ هست. خدا رو شکر، خدا رو شکر، میگن سیدیا رو خریدم عالی بود، سپاسگزارم ازتون. یه بار بچه ها ما باید یاد بگیریم که با آدم های دور، ببین میدونی چیه، مثل یه کوری که خدا نکرده کور شدیم اومدیم تو زندگی هیچی نمیدونیم و این متاسفانه باعث میشه که ما دائم ضرر بکنیم. بچه ها یه موضوع دیگه که تو خودشناسی هست اینه که خیلی جاها ضرر کردیم نمیدونیم بابت چی ضرر کردیم و این موضوع اصلیه. بیشترین چیزی که از شماها شنیدم از بچه‌ها که اومدن دوره‌ها رو گذروندن، چه حضوری چه غیر حضوری، این بوده که برید اصلا کامنت‌ها رو بخونید. اگر می‌خواید که باورتون بشه برید کامنت‌ها رو بخونید. اکثرا میگن آقا کاش 10 سال پیش اومده بودم و این دوره رو دیده بودم، کاش قبل از ازدواج می‌دیدم، کاش قبل از اینکه یه بچه‌ای رو خدا به من بده این دوره‌ها رو می‌دیدم. اینقدر بچه‌های ما به خاطر ندونستن ما اذیت میشن که باورتون نمیشه، چون نمی‌دونیم چجوری تربیتشون بکنیم. به یه بچه قدرت طلب میگیم آقا تو فلان فلان فلان، اون بچه عقده‌ای میشه. یه بچه احساسی رو بغلش نمی‌کنی باز اونم عقده‌ای میشه. بزرگ میشن بعد میگی آقا چرا اینجوری شد. یه بار یادش بگیر دیگه. علی جان ارادتمندم، ارادتمند، سپاسگزارم، مرسی از زحمات شما، قدردان زحمات شما هم هستم. حضوری هم هست، معلوم نیست کیه دیگه، معلوم نیست کیه، ولی این دوره هایی که الان نقشه راه و شخصیت شناسی هست دیگه حضوری برگزار نمیشه، فقط به صورت غیر حضوری. دوره های حضوری دوره های پیشرفته تریه و خیلی از بچه ها دوره های حضوری که به امید خدا خواهیم داشت برای بچه های گذاشته میشه که اول این دوره های ابتدایی رو دیده باشن، نقشه راه و دوره شخصیت شناسی رو گذرانده باشن، چون اونجا حرفایی که من میزنم رو بفهمن. وقتی من میگم که با پوزیدون درونت باید بری این عاطفه رو با این آدم برقرار بکنی، اینجا جای مثلا آرس نیست، یا اینجا مثلا با آفرودیت نمیشه کار کرد، متوجه بشی. یا بهت توی نقشه راه بگم تو جستجوگر منفی داری باید اینو حلش بکنی، متوجهش بشی. اگر متوجهش نباشی خب طبیعیه که از اون کلاس هم بهره نمیبری. پس خواهش میکنم تا زمانی که دوره ها به صورت حضوری برگزار میشه لطف کنید و دوره های غیر حضوری رو ببینید و ازش استفاده بکنید که من میدونم چی دارم بهتون معرفی میکنم، مرسی از همگی، مرسی از دوستان عزیز که دوره ها رو دیدن دارن تبلیغ منو میکنن. ارادت، شما تبلیغی دارید میکنید که من میدونم در آینده این دوستانی که ندیدن ببینن تازه متوجه میشن چه خبره. و متاسفانه کاش اینا رو تو مدرسه به ما یاد میدادن، ولی معلم عاشق میبود، نه یه معلمی که عربی درس میداده بعد امروز مثلا معلم ریاضی نیومده ریاضی هم برو ریاضی درس بده. معلم اصلا خودش بنده خدا بلد نبوده، وقت میگذرون. یه درسی داشتیم پرورشی، یادتونه دیگه، معلوم نیست چی بود اصلا، یه زنگ خالی بود، الکی یه نفر میومد یه خود حرف میزد بعد میرفتیم.
خونمون، هیچی نبود. مرسی ازتون، منم به وجودتون افتخار میکنم. علی آذر ارادتمندم، قربونت برم، مرسی ازت. آقا داوود بوس بوس، مرسی، خوب شد آقا بودا داستان میشد. خانم درویشی ارادت، حرفتون 100% تا معلم بهتره. خب تایم تموم شد، دوستتون دارم. ایشالله فردا شب ساعت 10 ادامه این بحثو میریم. لطف کنید به دوستاتون بگین بیان اینجا، ضرر نمیکنن. خودتونم ساعت 10 آماده باشید با کلی انرژی. میبینمتون شب، بر همگی خوش، موفق و پیروز باشید.